صبح دکتر بخیر. زنده باشین. احمد جا کازمی هستم، یک تن از شهروندان شهر کابل. دکتر صد، من یک بشریت دارم تقریبا 10 سال است و این بسیار بچه لایق هست، بسیار کوش هست، در درس خود و همطور در ورزش و گفت بسیار علاقه داره، بسیار پرتلاش هست، اما در پولی از این پرتلاش هست بسیار قسم کوی خاصیت متکبرانه و بسیار همطور هر گفت که مطابق سلکش نباشه و بسیار پرخاش میکنه و این یک مشکل شست و در ضمنش از طرف شو دکتر صد چی هست؟ ایتو دندان میجوه و ایتو بیتابی میکنه، خواستم نظر دکتر صد میجه مشورت اگر بر ما عطا کنه. این اولاد اولت هست یا اولاد چندم هست؟ اولت بله اولت من معلومات میتم برد. خدا حافظ. ما به مجاهدی که گفتن فهمیدم که اولاد اول باید باشه. ما بخیر باز در برنامه تربیتی پلان داریم یک دفعه من موضوعاتی که در نظر داریم خلاصه باز ما از شروع از این که حتی پیش از این که دو نفر میخواین ازدواج کنن کدام میاره رو در نظر بگیرن، بعدش که باز بخیر میخواین اولاد دار شون چی رو در نظر بگیرن، دوره حاملگی چی شوه و تا 20 سالگی هم رای کودک چی شوه، کم پروسی تربیت تا 20 سالگی میباشه که بعد از باز پدر مادر نمیتونه چیز تاثیر داشته باشه. باز در یکی از این بحثایی که ما اونجا می داشته باشیم ترتیب تولد از در خانواده. بله. اولاد کلان خانواده یک کرکتر و شخصیت بر خود داره، دوم یک آخر یک فرق میکنه. بله. اولادای کلان خانه معمولا اما تو کینا گفتن متکبر. بله. بسیار زیاده خواه. به خاطر چی؟ به خاطر که وقتی اولاد اول در خانه میه بسیار وابایی میباشه. به می خاطر است عکس اولاد اول در خانه زیاد است، وسایل اولاد اول در خانه زیاد است، یک سامان بازی بر ازو میخرن بر دیگران نمیخرن، یک توجه بر ازو میشد بر دیگران نمیشه. به این خاطر ای گپ است. دوم اینا همیشه در محیط بیرون هم کوشش میکنن کلانکار باشن، به خاطر که اینا در خانه که دیگه بعد از اومده کلانکار خانه بوده، همیشه مسابقه را برده، همیشه زور بوده از دیگه کردن، این زورگویی عادتشان میشه معمولا. به می خاطر تا در وقت ازدواج دو تا اولاد کلان خانه گارسی کنه روزگارشان خراب است. ده. مثلا دخترم اولاد کلان بوده باشه، بچه‌ام اینا جور آمدنی نیستن، اردوش میخوام کلانی رو بعد از اون حفظ کنن. بله، دالی که وقتی اولاد کلان با اولادای دیگه آرسی کنه زندگی خوب میداشته باشه، یکی به نوع او موقف بالا رو داره دیگه پایین جور میان، اما برس او عادتش از اونجا است. دوم ای که میگه لجبازی میکنه، ایره پدر مادر خراب میکنه، کودک لجباز نمیباشه، کودک والدین لجباز میکنه. چی معنا؟ قایده تربیتی است. بله. اول تا که زورتان نمیرسه به کودک نی نگوین، کمی چیز خاص بتین خلاص. میگه یعنی پیسه اینان ای ارچ او ارچی. بله. ولی اگر روزی یک چیزی میفهمین بد است که نی گفتین، سرنیتان استاده شوین، خدا کنه کودک خون گریان کنه. بله. اما ما چی میکنیم؟ چاکلیت میگیم نی، کودک گریه رو شروع میکنه. یک بار نمیگیم که یک بار دو بار که کودک ملاقات زد ده بیگ بچیم یا ما یا مادرش یا مادر کلانش. این اینجاست که کودک دیگه ما خراب کردیم. کودک چی یاد میگیره؟ با خدا در این خانه که هر وقت کس به دلت نکد از این ملاقات زدن و گریه کردن استفاده که خلاصی حتی زیاد ما در کلانی نمی شلیتگری پیش ما بیمانه که تا یک چیزی به دل ما نمیشه او وا ویلا فغان کلان آدم هستیم، اما گریان قال مقال فکر میکنیم که از این طریق میتونیم به دست بیاریم و ما این رو بیمنطق میسازیم. کودک خدا بنوان از امروز به بعد که تو بچه خود بشینن برشان بگویه که بچه گلم ما تا جایی که توان ماست چیزی که خوب است برات میکنیم و چیزی را که تو به پیشانی واز به خوبی بخوای او را انجام دادنی هستی، ولی روزی که رفتی در مرحله شق دیگه ما پدر توستم از تو که در شق هستم پدرتم اینم یادت داره خلاص نمیشه. بله. روزی که کودکشان از امروز هم که شق شروع کرد دیگه اینا برشان پدر مادر باید خود کم خود اینا یاد میگیره. اما متاسفانه خود ما خراب میکنیم، پدر یک کار میکنه بچه ننه میشه، ننه که یک کار کرد بچه پدر میشه، خلاص شد موضوع خراب میشه. نه، ما سر یک کاری که غلط است استاده میشیم و برش نمیکنیم، خدا کنه که سر خدا در دیوار میزنه، هر چی میکنه بکنه بالاخره پس واقعیت قبول میکنه. این اسلام میشه. دوم که میگن شب دندان خود میجوه، معمولا این دو گپ با هم ارتباط میداشته باشه. بله. که اینا خوشبختانه قابل تداوی است. کسایی که دندان خود میجوه چی خوردا چی کلانا یک مرض بسیار بد و خطرناک چند خطر داره. اول کسی که از اینا در اتاق زندگی نمیتونه، خود از اینا خود نمیفهمه، اما فکر کنین دو دندان همیشه قینس لاسیا صدا میده. بله، و هیچ کس به خواب نمیمونه، بسیار شکنجه آور است که یک مشکل. دوم یک وزن بسیار زیاد داره، چندین پاسکال وزن از دندانا.
وزن دندان ها کسی اکس داره دیگه خود قرار میگه شخص سردرد و علاشه درد میسازه صبح میخیزه که سرش درد داره مایلت شنه ایفامه سیوام دندان ها رو خراب میکنه این سفیدی مینای دندان که خراب شده دیگه دندان خراب شده میره کسایی که دندان های خودم میجوان ببینی که شما دندان هایشان بی جای است و حتی عره میشه دندان هایشان خراب میشه با وجود میگه فکر میکنم یه حالت بنام پروکسیسم یا اصطلاح تیبیش است که دندان ها را میجوان که مشکل دیگهش میتونه باشه که خوب است که تداوی شود برای تداویشون بسیار دواگک های خوب است و خوشبختانه هر دو مشکل از یک دوا داره مثل تگرال یا ایپیوال که وقتی شربت یا دوا تابلت گرفته میشه هم خلق قضیر آرام میسازه دیگه لجبازی ریلا میتن هم جویدن دندان هایش رفع میشه و خوشبختانه که بسیار خوب قابل تداوی است و این کار برش بکنه خب ادمن که شنیدنی برادر ما و یک شنونده دیگر ما روی خط هستن بله بفرمایید تماسشون را از دست دادیم بنان ما روزی که یک اصل کلی ایام است روزی که با مشکل مواجه هستیم خوب است بریم از متخصص کمک بگیریم میبینیم اولاد ما درس یاد نمیگیره میبینیم اولاد ما لج میکنه میبینیم اولاد ما بیش از حد شوخ است میبینیم اولاد ما بسیار گوشه‌گیر است اینو کلش مرض است و امروزه از نظر طبی بر کل از اینا جواب موجود است کار شده دوا پیدا شده روش‌های تقویت کردن موجود است بریم کمک بگیریم و حتی یک جایی که نصیحت هم نیاز است از نصیحت خود پدر مادر کرده اولاد نصیحت متخصص خوبتر گوش میکنه چون پدر مادر جانبدار فکر میکنه جبهگیری میکنه حتی او کار پیشش زیادم شده میره یک هم شهری دیگر مورد هم روی خط هستن بله بفرمایید بله سلام علیکم علیکم السلام ادریس هستم خوش آمدین به راز و رمز زندگی بفرمایید بسیار عالی بفرمایید همین سوال با مطرح این یک زیاد فراموشی میکنم یک چیز که جوش میگن خیلی زیاد فراموش هست بشون میشم و هر چیز دفت میخوانم ایتو فراموشی زیاد دارم چند ساله هستی؟ تقریبا 26 ساله هستم دکتر سوی محترم درس فاکولته را خلاص کردی یا جریان داره؟ نه درس دینی میخوانم مدرسه هستم مدرسه هستی خیر ببینی تشویش داری؟ تشویش میکنی؟ بله دکتر سوی عزیز تشویش هم دارم دیگه برادرای ما مثلا و هم درس میخوانم دیگه درس برای علاقه هم زیاد ندارم من فکر تیت میشه در وقت درس خواندن؟ بله دکتر سوی یک رفیقی درست تیت میشه درست است من معلومات میتونم برتن تشکر سلام علیکم زنده باشین شما اول خب ما برای دوستا بگیم یعنی اگر کدام دوست ما خواست که نام خود از جای خود نگوییم ما هیچ کدام مشکل نداریم که بعضی دوستا میخواین نامشان یا جایشان مخفی باشه هیچ کدام مشکلی نیست در زمینه راحت باشه اما برای عزیز برادر عزیز ما بگوییم که روزی که ما درس یاد نمیگیریم زیاد وقتا مشکل حافظه نمی باشه معمولا در سنین پایین که موضوع حافظه نمی باشه عوامل بیرونی می باشه که حافظه ما را زیر مشکل گرفته مثال میگه ما چشم ما جور است شبکیه جور است قرنیه جور است کلش جور است اما در چشم ما گرد خاک رفته ما تو باز نمیتونیم چشم خود دیده نمیتونیم عامل خرابی چشم نیست عامل موجودیت گرد خاک است اگر گرد خاک پاک شود چشم دیگه پس سر حالت خود کار خود درست انجام میده در اتو مواقع حافظه خودش جور است گرد خاکی دیگه است که حافظه را نمیمونه کار بکنه یکی از او گرد خاک ها تشویش کردن است کسی که تشویش میکنه کل قسمت های بدن آسیب میزنه تشویش بدترین دشمن انسان بوده در طول تاریخ و امروز بسیار زیادم شده و این دشمنی خود به شدت پیشان میبره تشویش هر چیز خوب ما را خراب میکنه اگه یک چیزی خراب است او را بدتر میسازه خرابتر میسازه بنان تشویش رنگ حافظه را خشک میکنه من همیشه میگم افسردگی و استراب اگه دارین شما هیچ درس خواندنتون فایده نمیکنه مثل کتی قلمی که خط نمیده شما نشته کنین صبح بین بگو چرا نشته ایم نیست خب از اول نشته نکتانسته بود رنگ نداشت تو که هر چقدر بخوانی سر امتحان صبح وقتی پرسیده است پیشت کسی او موضوع باید نمید چون تو با تشویش درس خواندی با تشویش درس خواندن اصلا مشکل ما را حل نمیکنه و به می خاطر از من شاگردای کنکور خودم میگم پنج چیز شما را کامیاب میکنه یکی میگم دستان فازر باشین دو دخانه درس بخونین میگه سی تا دیگه چیز میگم بر نتیجه امتحان فکر نکنین تشویش امتحان نکنین چهارم به نتیجه امتحان فکر نکنین پنجم به نتیجه امتحان سی چیزش فقط است که تو به نتیجه فکر نکن او را به خدا بان تو امروز کار خوب خدا بکن
نتیجه خود بخواد. هر کس تشویش میکنه با جرأت گفتم میتونم توکل پیشش ضعیف شده. توکل با تشویش رابطه برعکس داره. هر چی ما خدا به خدا بسپارم چرا باید تشویش کنم؟ ما خدا به یک ذاتی سپردیم که موفق کل قدرت است و خودش هم وعده کرده که از ما حمایت میکنه، چرا باید تشویش کنم؟ من امروز کار خود خوب خود انجام میتم، هدف دارم، تلاش میکنم، زحمت میکشم، بیهوده وقت خود سپری نمیکنم. آینده را هر چی که تصمیم گیره، فردای من هر چی و هیچ ضمانت در دنیا نیست. هیچ کس نمیتونه سو به خودت پیش بینی کنه چی گپ میشه. بنا ایرا باید بپره جای بعد تشویش هم نمیمونیم. بله ها، حضرت علی کرم الله وجهو میگه مرد صبح که بیدار میشه میگه تشویش مرگ ندارم. میگه چرا؟ میگه او روز دو گپ است، یا او روز قرار رفته که به من بمیرم هیچ کس مرا نگاه نمیتونه، خاطر تشویش کنم، یا او روز قرار رفته من زنده باشم خیر هیچ کسی مرا نابود کردن نمیتونه چون خدا خواسته من زنده باشم. همو که شعرام جور کرده یک شاعر از سخنش، از مرگ حذر کردن دو روز روان است، روزی که قضا باشد روزی که قضا نیست. دو روز میگه تشویش مرگ نکو، روزی که قضای مرگ تام است روزی که نیستم. چرا؟ روزی که قضا باشد کوشش نکند سود، روزی که قضا نیست در او مرگ روان است. اگه قضا نیست نمیمیریم. بنان تشویش بس کنیم. اما چیز دیگه که پیش از اینا مانعی درسشان میشه کمبود توجه و تمرکز است. اگر فکر از اینا جمع شود که دواهای بسیار خوب داریم، اینا یک مشکل دارن به نام ADD، attention deficit disorder، کمبود توجه و تمرکز، کسایی که داره حتی کم میلی به درس پیدا میکنه چون زورشون نمیشه. مثلا مگه تو امیال بگویم که فرض مثال بخیز اینجا تا شار پیاده برو حرکت نمیکنی، میگه اوتسلک که تا اونجا نمیشه، خسته میشی میبینی زورت نمیرسه. کسی که توجه و تمرکز نداره فکر میکنه از یه تا شار پیاده باید بره، خو نمیره. بنا ان گپ علاقه مهم نیست، حل مشکل مهم است. برن دوا بگیرن، ان شاء الله کم دواهای خوب حافظه است، هم دوای رد تشویش و هم توجه و تمرکز، کاملا اینا حل میشه. بسیار عالی. شنونده دیگر خود را هم با خود داریم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام، خوب هستین؟ شکر شما خوب هستین. یک سلام به دکتر صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. دکتر صاحب یک مشکل داشتم، پسرکم 6 ساله بسیار شق میکنه، درس گیان میکنه، دیگه می زبانش هم کم گرفتگی داره، درس که میخونه مشکل داره، درس یاد میگیرم و زبانش بند میشه. چند اولاد داری مادر جان؟ سه پسر. ای چند دومی از دبایشان؟ این پسر اول بارین است، امی زیاد شق میکنه، در آتیز گریان میکنه. تولدش درست دگر... بود؟ بله؟ تولدش درست بله. بود؟ وزنشان؟ بله، تولدش درست بود. تب شدید تیر نکرده؟ تب شدید تیر نکرده، اما از اول که تولد شیر مرا ایک نخورد. از ام اول شق بوده دیگه نمیخواست. بله از ام اول شیر مرا نخورد، تا سه ماه در شیرکش برای شیر دادم دیگه، بعد از این شیرهای دیگه برش استفاده کردم. بسیار شق از زنی، هر چیز گریان میکنه. صبحانه که مکتب ها میره بسیار دلویم سال دامادگی سامن شاملش کردیم، میره بسیار با مشکل دیگه روانش میکنم. بسیار بانگیر میکنه. کودکستان نرفت؟ بله کودکستان روانش نکده بودی؟ کودکستان هم روانش کرده بودم. میرفت کودکستان؟ در اونجا هم خوب بود دیگه. یک سال کودکستان یک چند ماه رفت دیگه، با روانش نکردن زیاد گریان نکرد، سادش گفت نارامی میکنه زیاد. کت خوار برادر خود چطور است رابطش؟ خوب است دیگه، زیاد لطشان میکنم. در درک چوچیش یک سال است قدر میزنه، چه قدر هم را شک میکنه دکتر سب زیاد. خب مادر گل میره دو تا مشکل ایجاد کردی، یکی خویره وابسته کلان کردی که اونه وقتی کودکستان اینا میرفته دلش نبوده. ما قرار نیست اولاد خود وابسته بسازیم. ما همه تو که بندناف روانی رو بندناف فیزیکی رو روز اول قطع میکنیم، یک بندناف روانی بین مادر کودک است که باید قطع شود، که ما باز در موردش معلومات میتونیم. یک طرف قضیه، طرف دوم قضیه لجبازی و شق کودک. همه تو که من بیشتر گفتم از آسمان پیدا نمیشه، او را فقط پدر مادر است که با برخورد نادرست خود او را میسازد. خوابش چطور است؟ خوابش چطور است؟ پدر کلانش هم از مادر کلانش هم اگر ما چیزو بگویم باز دیگه در فامیل شما خودتون خوبتر میفهمید. کاملا کاملا متوجه هستم. خوابش چطور است؟ خوابش خوب است دکتر صاحب، روزانم که من خودم خوابش ندم خودش خواب میبره. آها نه، ما هم یک چیزام باید اصلاح بسازم. اینمی قرار نیست که روزانه خودتان خواب بتین. ما چه مینمی عادت اشتباه از کجا شده؟ کل مادرها افتخارشان نیست که آها درست است، خودش خواب میتونه. من میشه جان نکنه خودش خواب میبره. ما معلومات میتونم خواهر گلم از رو بگیرم. دکتر صدا یک مشکل دیگه خود ما متاسفم شبانه خوبم نمیبره، نفسم قیت قیت میشه، بسیار یک سردری شدید برام پیدا میشه. درس خواندی؟ مکتب چیزی خواندی؟ بله، تا صنف 12. که چور رابطی چطور از جنگ دعوا میکنین؟ نه خیلی بسیار خوب است دکتر، شکر. من معلومات میتونم دست خدا حافظ، وقت خوش، سلام علیکم.
اول خو ما یک چیزی باید بگویم که حداقل اگه او رقم اصلاح نمیشه یک توجه دیگه شوه. از نظر علمی ما دو نوع خانواده داریم در سطح جهان. یکی اکستندد فامیلی یا خانواده گسترده است که در او پدر، مادر، کاکا، ماما، خاله، عمه، پدر کلان، مادر کلان، هر کس حق مداخله داره. ولی یک نکلیر فامیلی یا خانوادی است که صرف پدر مادر اولاد است، دیگرها هر کس میمان است، مشوره میتونه به تمام مداخله نمیتونه بکنه. گفته میشه از نظر علمی جایی که پدر مادر و اولاد سالم باقی میمانه خانوادی است. ولی متاسفانه در وطن ما اکثرا خانوادی گسترده است بنابر ملحوظاتی کالی ما سر از روش بس نمیکنم که کدام حالت داشته باشن. ولی حالی که نمیتونن از خانوادی است ای زندگی شوه، گرچه آرزوی میست داینده کار شوه، ما اولاد خود به جایی برسانیم که وقتی آرسی میکنن دو نفر از زمینی زندگی رو برشان فراهم بسازیم. ولی خونه است میفهم مشکلات ما درک میکنم، یا خانه کرایی یا مثلا میترسن تنها باشن چطور میشه، ده تا مشکل از اون قبول دارم. ولی ای کاش بتونیم به جایی برسانیم که اول تا که میبینیم اولاد ما به مو جایی نرسیده که خودش از پس زندگی خود برای نتیم باد ازدواج نکنیم برشان. ما ازدواج میکنیم اما هنوز هم مثل طفل امرشان برخورد داریم. یه تا بین زنشوی گپ میشه، فامیل آروس هم جمع شده از دامات هم. خب مادر جان اگه فکر میکردی اولاد تنوز از پس زندگی خود نمرای ند ناق باروسی دادی ناق بان که خوب آدم شوه خودش یاد بگیره باز آروسی کنه. بله. این گودیشانی خونه ایست که تو تا دفله بده که حالی باز بیاین شما گودیشانی کنین برشان، بان این خودشان زندگی کنه. سیومین عامل جدایی و جنگ و جدال در بین زنشی مداخله اطرافی است که این پدر مادر هر کس میه مداخله میکنه. خب حالی که او امکان تنها زندگی کردن نداریم، حداقل روش های درسته یاد بگیریم. لطفاً پدر کلانه و مادر کلانه عزیز، دلسوزی خراب میکنه کودک. خراب میکنه. من همیشه میگم هرچی پدر مادر دلسوزتر اولادشان مبتلاتر. دلسوزی هیچ حل نمیکنه. پدر مادری سه تا شرط کار داره، در این سه شرط دلسوزی شامل نیست. یک مهربانی، مهربان باشه. ما محبت بدون قید و شرط نگویم بچه‌م امروز ما تو رو کلان میکنم صبح دست مرا بگی، نه ما تو رو کلان میکنم به این دنیا آوردیم، خدا کنه تو یک قطره و ددانم نچکنی و ما که تو یک قطره و زندان میشم تو نچکنی، ما هیچ کار ندارم. ایچ ما تو را خوب تربیه میکنم. و معمولا ما وقتی خوب تربیه کنیم اونا با دست ما را میگیره، او کمک میکنه. اونایی که معامله تجارتی کرده که امروز ما با صبح تو اونا نمیشم، نه آدمای نخونه زار زار گریه میکنه که دکتر صاحب خون دل خوردم، چی رنج کشیدم. ما کتش گریه نمیکنم، میگم مادر جان می دلم به تو نمیسوزه. کی گفته خون دل بخو؟ تربیه اولاد خون دل خوردن نیست. اگر روش بلد باشی لذت بردن است، حتی تجربه کودکی خودت دوباره انجام دادن است. جایی که تو یک محبت خالص میبینی کودک است. ما وقتی کودک خورد پایک میزنه یک آیس کریم کار داره، برای من لذت بخشترین وقت زندگی است. وقتی میاد روی خود دستت میماله که یک چیزی از تو کار داره، برای من لذت بخشترین وقت زندگی است. چرا باید خون دل بخورم؟ خب مثل ازی میمانه تو یک کسی را موتر داده باشی و این آدم شکایت کنه که من کت کش کردن از این موتر نفسم برآمد. خب تو کی گفته کش کو؟ کلی را بنداز موتر روشن کو. خب تو بلد نبودی. اول مهربانی، دوم آگاهی. ما آگاه باشیم از پروسه تعلیم تربیت، چی اولاد شق میکنه، چی خوابش خراب میکنه، چی درسش خوب میکنه، از کدام سن کودکستان بره، چی وقتی رو از خود جدا کنم، وابستگی چی نواقص داره، اینا رو یاد داشته باشیم. سوم امکانات، ما پیسه غذایش، پیسه لباسش، پیسه زندگیش، امکاناتش داشته باشیم. اگه اینا رو نداریم پدر مادری دیگه جای نداره. این مهم از در زندگی ما که باید در نظر بگیریم. بنان حالی پدر مادر کلانان نباید دلسوزی کنه، بانن که مادر به متربی خود برسه. یک مادر با سواد ما نمیمانیم، اما ما که پدر کلان بی سواد هستم مداخله میکنم. خود ما باید اینجا قبول کنم ما در مورد تربیه نمیفهمم. این چی دوستی است که ما اولاد نواسر به خود شیرین بسازیم که تو چاکلیت دادن، که مثلا از این نوشابایی که برش ضرر داره دادن. خود اینجا را خوب باید خوب حداقل کال خانواده را تانستیم برشان تنظیم کنیم، حداقل امی زمینه را فراهم بسازیم. ولی چون وقت فکر میکنم یک شنونده خود نه خیر ما شاید وقت ما کم باشه یا امروز صحبت کنیم. درست است خیلی گالی کنیم. بله بفرمایید. علیکم. علیکم السلام برادر، وقت خیلی کم است. بسرعت سوال تانه بگین یا نظر تانه که وقت خلاص است. دکتر صاحب من الان مشکل داشتم، دو دفعه بانی میشم.
درست از برادر گل میره فامید ما برتون باز معلومات میکنم در برنامه بعدی معلومات میکنم. خب بر خواهر ما چیز دیگه میگه؟ بر خواهر ما اول که اینی موضوعی که ما قبلا در قسمت از او برادر عزیزمون بر پسرشون که معلومات داده بود ممنون را خواهر ما در نظر بگیره بسیار. طفل خود ببرن بعضی دواست که خلق خوی کم میکنم و در قسمت طفلشان یکی وابستگی ایجاد شده دوم با آمدن کودکای نو در خانه اگر ما کودک قبلی را آماده نساخته باشیم فکر میکنه که یک دشمنی آمده کمی تخت پوشایی از ایره گرفته او جنگ دعوا میشه بدخلقی اول بر خودشان هم دعوا نیاز است که مشکلشان هر شب یک روز خودشان جمع اولادشان پیش دکتر که برن بخیر مشکلات انشالله رفع میشه ولی برنامه رو شنونده باشن و در مورد عصبانیت تربیه کودک کل از اینا رو بخیر آستاستا بر کلش میرسید. تشکر.